به نام خدا، به این ویدیو قصد داریم IDE IntelliJ روی ویندوز نصب کنیم. قبل از نصب به IDE IntelliJ باید در مورد IDE صحبت کنیم. IDE مخفف از کلمه Integrated Development Environment که کلمه Integrated به معنای یک پارچه، Development به معنای توسعه و Environment به معنای محیط، که اگر هر سه کلمه رو با هم یکجا کنیم به جمله محیط یک پارچه توسعه میرسیم. در دنیای فناوری اطلاعات به برنامه نویس در اصل توسعه دهنده و به محیطی که در آن برنامه نویسی می کند محیط توسعه یا development environment گفته می شود. بنابراین ID یک محیط برنامه نویسی است که مجموعی از نرم افزارهایی که معمولا شامل ویرایشگر کد، کامپایلر، دیباگر و در نهایت رابطه گرافیکی یا GUI هستند را در یک جا جمع کرده و در اختیار برنامه نویس قرار داده تا بتواند به راحتی و بدون دغدغه کدهای خود را تولید کند. اگر خواسته باشم که آیدی خیلی خلاصه کنم، میتونم بگم آیدی به ما کمک میکنه که بتونیم برنامه ها خود سریعتر، راحتتر و با کیفیت بیشتر تولید کنیم. برای نصب آیدی IntelliJ وارد لینک میشین که به دسکریپشن ویدیو گذاشتم. قسمی که میبینیم اینجا JetBrain IntelliJ IDE Ultimate 2020 هست که میتونیم دانلود کنیم و خود IDE IntelliJ مربوط میشه به کمپانی JetBrains و به قسمت پایین میایم روی لینک دانلود کلیک میکنیم. منتظر میمونیم تا دانلود شه. من قبلا اینو دانلود کردم، کنسل میزنم، شما میشکیر دانلود کنیم. بعد از اینکه JetBrains دانلود کردیم به محل دانلود میریم و فایل اکستراکت میکنیم. پسورد میزنیم. بعد از اکستراکت پوش رو میکنیم و JetBrains نصب میکنیم. ران از ادمنستریتور میزنیم. نکست میکنیم. محل نصب میگیم همینجا باشه. به قسمت 64 بیت انتخاب میکنیم. جاوا، گرووی، کیتی و کیتی سرانتیکی رو میگذاریم و نکست میزنیم. نیکست و انستال. بعد از اینکه انستال شد این صفحه میایه و روی دکمه فنش کلیک میکنیم. بعد از اینکه نصب تمام شد JetBrains وا میکنیم، تیک آی کانفرم میگذاریم و کانتینیور کلیک میکنیم. Don't send میزنیم. به قسمت تیم خور انتخاب میکنیم. من لایت انتخاب میکنم و میرم به مرحله بعدی. بازم نکس میکنم و در آخرم start using IntelliJ میزنم. به قسمت به خاطر از اینکه ما باید کرک کنیم evaluate for free میزنیم و روی evaluate کلیک میکنیم. بعضی کلیک کردیم به اینجا ای فایل JetBrains agent کش میکنیم، مندازیم اینجا و روی دکمه restart کلیک میکنیم. از قسمت license by license server انتخاب میکنیم و روی دکمه install for IDE کلیک میکنیم. به این قسمت restart انتخاب میکنیم. به این شکل IntelliJ IDE 2020 نصب میشه. به ویدیو بعدی در مورد کانفیگوریشن IntelliJ IDE بحث میکنیم. موفق باشیم. روز شما خوش.